بازتاب انتشار خبر دو روز پیش دو سازمان اطلاعاتی آلمان در رابطه با خرید ایران برای تولید بمب هسته‌ای با وجود امضای قرارداد برجام به پارلمان آلمان نیز رسید. نمایندگان پارلمان آلمان از احزاب و فراکسیون‌های مختلف به دولت اعتراض کرده و شفافسازی کامل از دولت می‌خواهند و می‌گویند اداره کل اطلاعات و اداره حامی قانون اساسی با انتشار آمار خریدهای غیرقانونی لوازم تولید بمب هسته‌ای ایران در آلمان به دولت هشدار داده گزارش می‌دهند این میزان نسبت به سال 2015 و 2014 افزایش بسیار داشته، در حالی که دولت از یک مورد خلاف کوچک گزارش می‌دهد. فولکر بک، نماینده حزب سبزها و رئیس گروه پارلمانی آلمان اسرائیل، در مصاحبه با دویچه پرس آگنتور گفت دولت باید مسئله را روشن کند، زیرا ما نمی‌دانیم حرف چه کسی را قبول کنیم، گزارش ادارات اطلاعاتی و یا خبر وزارت اقتصاد را. به افزود نمایندگان پارلمان منتظر خبر صحیح از دولت هستند و می‌خواهند بدانند قرارداد هسته‌ای واقعاً اجرا می‌شود یا نه. از سوی دیگر نشریه خبری چپگرای سپوتنیک آلمان در رابطه با خرید لوازم تولید بمب هسته‌ای ایران با چاپ مقاله خانم یکاریتینا شولکوفسکایا، کارشناس بزرگ خاور نزدیک روسیه، به این نکته که ایران بعد از 6 ماه امضای قرارداد برجام پیشرفتی از نظر اقتصادی نداشته اشاره کرد و نوشت خانم مزبور در گزارش جامع خود می نویسد دولت ایران بعد از امضای قرارداد پایان تحریم ها در داخل و خارج موفقیت نداشته است. خانم مزبور می نویسد مشکل اول بانک ها هستند که به ایران اعتبار نمی دهند و مشکل دوم عدم اعتماد غرب و انتشار گزارش و اخبار زیاد در رابطه با عدم اعتماد به دولت ایران است و حتی خانم کلینتن میگوید با ایران باید سختگیرانه‌تر رفتار شود. و سوم مشکلاتی است که روحانی با اصولگرایان دارد. اصولگرایان سعی بر این دارند چهره منفی ایران را به جهان غرب نشان دهند و موفق هم می شوند، زیرا پلیس، سیستم قضایی و دستگاه‌های اجرایی را سپاه پاسداران این کشور کنترل می کنند. نویسنده مزبور در آنالیز خود می افزاید ایران یک کشور خودکام دیکتاتور است و قرارداد برجام به تار موی بسته است و همه منتظرند آمریکا با این کشور وارد گفتگو شود، اما انتخابات آمریکا مانع از این نزدیکی است و اگر احمدی نژاد دوباره پرزیدنت شود رابطه ایران با جهان قطع خواهد شد. گزارش‌های رسانه‌های گروهی آلمان حاکی از این نکته حساس است که آلمان عضو گروه 5 به علاوه 1 بوده و باید چشمان بازتری در مورد خریدهای ایران در خارج داشته باشد. روزنامه تاگس شپیگل سایتون چاپ برلین می نویسد میلیاردها دلار پولهای ایران آزاد شده و در آلمان ثابت شد این پولها سر از کدامین بازار در می آورند. ایران با سلاح اتمی به مراتب خطرناکتر از گذشته است. نباید به ملایان اجازه داد به سلاح اتمی دست یابند. ایرج ربیعی، آلمان. بازتاب انتخاب